همه یه برعکس از خوش من به یک دیگه از ویدیو من اینجا سمن خیلی چاکرم. اگر بنویسید اسم چنلش چی بود بهتون جایزه میدم. پریسا هستم از چنل پریفان، مرسی که روی ویدیو لینک کلیک کردید. اینجا 7mm بچه ها، اومدیم با شما با یک ویدیو خیلی خیلی جذاب از بکتاش سیاوش عزیز و یک سخنرانی بسیار نایس. همین الان که دارید این ویدیو رو میبینید در چنل من پریفان یک ویدیو آپلود شده، بعد از دیدن این سخنرانی میتونید اونجا رو هم ببینید و لینک. و به همه تبریک میگم که اینجا رو لینک کردم به قول پریفان و پیشنهاد میشه حتما وارد چنل بشید، کلی ویدیوهای متنوع و جذاب هست، میتونید استفاده کنید و کلی لذت ببرید. مرسی که لایک میکنید، سابسکرایب میکنید، ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. تیک تاک و اینستاگراممون هم اینجا هست، میتونید اونجا ما رو همراهی کنید و پیام بدین. چرا اومد بریم سر ودویو برابر، نظر مثبتتون چیه؟ خنداش جدید شده مهدی، بچه ها توجه کردید؟ اینجوری میخنده. چه مدله؟ خودت بگو. بزنی بریم لینک. بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سپاسگزار هستم از اینکه فرصت در کانون نخبگان شهر خداوندگار بلخ برای ما مساعد شده. و... چه نوشته با حالی، خودت را بشناس. خیلی معنی داره بچه ها، واقعا خودتون خودشناسی، وقتی شما به خودشناسی برسید در واقع به خیلی رتبه بالایی از پیشرفت رسیده این که در مورد همه چی قشنگ تصمیم بگیر. شکرم. و ما فکر میکنم که دشوارترین کار برای ما در زندگیم، صادقانه بگم، ای بوده که در مورد خود صحبت بکنم. یعنی در مورد هر چی گفتنش برای ما آسان بوده، اما ای که بیایم و در مورد خود صحبت بکنم بسیار دشوار است. که حضرت مولانا میگه که آه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینند مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کمیان اندر این میان که منم. ما با وجودی که خیلی از دوستا محبت و بزرگواری کردن و تشریف آوردن تا عرفهای ما را بشنوند، اما خود را صادقانه شایسته و لایق ای که ما بیایم و سخنرانی بکنم نمیدانم. شاید بسیاری ها هستند که به مراتب شایسته تر و بایسته تر از این هستند که ما در این جایگاه قرار داشته باشیم. طبق شناختی که از شما داریم بختاچون عزیز واقعا انسان لایق و شایسته هستی و اینجا به یه دقیقاً به یه نکته خیلی قشنگ اشاره کرد که دست بالای دست هست. بله. شما هر چقدر هم بالا باشین، هر چقدر هم رتبتون رو به فلک سر بکشه، باز دست بالای دست هست و دست بالای دست میاد، که اینجا هم اشاره خیلی قشنگی داشت. واقعا تعداد خوبان زیاد، دقیقا متانتشون رو واقعا قشنگ رسون. اما از این که از این برنامه حمایت کرده باشیم، از فکر ایجاد تغییر حمایت کرده باشیم و از جوانان سرزمین ما حمایت کرده باشیم، در خدمت شما قرار داریم تا بخشی از تجارب زندگی خود را نه از رهگذر اکادمیک که از رهگذر تجارب عملی زندگی با شما در میان بگذارم. البته فرصت کوتاست، نمیدانم که باید از کجای تجارب زندگی بگیم. از کودکی، از دشواری های زندگی یک کودک و نوجوان در افغانستان و یا دوران یک جوانی که سیاست میکنه. این دو مرحله متفاوت در زندگی ما است که اردوش و زمان بیشتر نیاز داره اگر ما بخوایم که این تجارب برای شما منتقل بکنیم. ما مدت زمان در حیرتان زندگی میکردیم، در اون روزهایی که کابل درگیر جنگ های داخلی بود و برای در امان ماندن از راکت های من اینجا یک کامنت بزنم بچه ها. هر کسی و هر کسی، یعنی
بخش‌های مختلفی از زندگی خود داره. الان میگه، میگه زندگی من دو بخش داره، یه نوع یه بچه‌ای که به نوجوانی جوانی رسیده و یه انسانی که الان تو شغل خودش و حالا سیاست و اینا هست، دو بخش داره. ولی هر کسی بگی بخش‌های شاید بیشتری داشته باشه. به هر حال مثلا من الان خودم زندگیمو تقسیم کنم 7 ده تا بخش داره. خب که یکیش من همیشه میگم یکیش سربازیه، همه همین بخش داره. اونایی که سربازی رفتن بخش سربازی رو دارن. گفتم که بگم زندگی واقعا بخش‌های مختلفی رو میتونه برات بیان کنه و به ذهنت بیاد و بشه تجربت و همه جا بتونی بیان کنی. آره، ولی خداشون واسه من دو بخشه. دو بخشه؟ یه بخشش یوتیوبه، یه بخشش خواب. مثلا اینجوریه. حتی این که بیدار جلو دوربین مامانش دارم فکر میکنم به بچه ها. بحثایی که درگیرش بودیم، چند سال در ایرتان زندگی کردیم و به این خاطر رفت آمد به مزار شریف و حیرتان خاطرات گذشته و کودکی مرم برای ما زنده میکنه که ما علاقمند هستم یک کوتا در مورد گذشته زندگی خودم برای شما بگم. زمانی که ما کودک بودیم و تازه در آوان نوجوانی، البته شرایط بسیار دشوار بود و دقیقا زمان طالب ها. در این دوران زندگی ما و برادرم که بخش بیشتر شما میشناسین یا ماسیا وش، شاگرد مکتب بودیم و همزمان با شاگرد مکتب بودن ما را پدرم تشویق بر این میکرد که باید بریم و آموزشگاه خطاطی بیاموزیم. کاروان زندگی و شرایط به یک سمت و سوی دیگر روان بود، اما اصرار پدرم بر زندگی ما را به سمت دیگه میکشاند. چون عقل ما خیلی خرد بود و نمیدونستیم که اصرار پدر مبنی بر چی است که چرا ما دقیقا اینجوریه. شما وقتی سنت پایینه، خب کسی نیست که تو رو راهنمایی کنه به جز بزرگتره. حالا مثلا بزرگترهای ما رو به مثلا فوتبال میبره، یکی اونو رو به مثلا خلاف میبره، یکی اونو رو به مثلا باغبانی، یکی یارو تو روستاس کشاورزی. و یماجان هم میگه ما واقعا نمیتونستیم انتخاب، آره عقله نبوده، نمیتون قدرت تصمیم گیری نداشتیم که برای خود بریم چی خوبه چی بده. پس چی پدره رو به خطاطی اونا رو هدایت کرده. چیزی که الان توی مثلا سن 25 سالگی به بالا که میخوای برگردی به حرفا و راه های مثلا این ببینی که خانواده چی میگفتن، تازه متوجه میشی که چی میگفتن. شاید در سن 20 سالگی به پایین اصلا نمیفهمی که کدوم درسته کدوم. فقط میگی من مثلا موسیقی دوست دارم، پدر میگه مثلا برو دانشگاه تو مثلا ادامه بده. ولی الان داری میفهمی که اون سری... راهیو که بهت میگن چی بوده. و یه سری افراد هست زودتر از اون سن قانونی به سن بلوغ فکری میرسن. خب یه سری پسرا مثلا هستن تا 18 19 20 سالگی خیلی هاشون تو روال عادی به بلوغ نمیرسن، کلشون باد داره. دقیقاً یه سری پسرا هم مثلا مثل من از 12 سالگی به بلوغ فکری میرسن. به خاطر چی؟ مثلا انسانایی هستن طبق زجر زندگی اون سختی هایی که براشون اومده نسی. آره و خیلی ها هستن اینجا و حتی خانوم ها هیچ فرقی نداره. خطاطی بیاموزیم. بالاخره 7 خط را یاد گرفتیم که نستعلیق، نست، شکست، سلس، کوفی، اخباری و دیوانی. و در امون زمان ما در حالی که هنوز صنف نوی مکتب بودیم، یک آموزشگاه خطاطی و خوشنویسی و لوحنویسی در کابل ایجاد کردیم. ما تازه صنف 9 بودیم و اینقدر از لحاظ جسامت که هنوزم خرد هستم ولی اون زمان خردتر از این بودیم. ما اینقدر خرد بودیم که کس باور نمیکرد که ما بتوانیم لوحه نوشته کنیم. و وقتی کسی مراجعه میکرد برای ما برای لوحنویسی که باید لوحه هایشون نوشته بکنیم، ما میگفتیم شما فرمایشتان بگین، ما برای استاد خود میگیم، استاد نوشته میکنه، اگر شما راضی بودین بعدش حق و زحمتش رو بپردازیم. و این کار دوام میکرد. بالاخره ما زمانی که
از پدرم دلیلش پرسیدیم که چی دلیل وجود داشته برای که ما باید خطاطی بیاموزیم، در حالی که مردم در اون زمان به دنبالی بود که یک شغل داشته باشه که یک چهار و پنج نان حلال پیدا بکنه و فقط تمام هم و غم زندگی بود که شما یک لقمه نان به دست بیارید. برای ما پدرم اون وقت گفت که ما تلاش می بود که شما خط بیاموزیم، برای که شرایط افغانستان شرایط دشوار است که اگر روزی شما را از عسکری می گیره و یا می گیرن که باید به خط اول ببرن برای جنگیدن، اگر شما یک نامه به قماندان به خط خوش بنویسین، هر که قماندان باشه میگه که جای ایادم جنگیدن در خط اول نیست عزیزم، این باید در دفتر کار ما باش. به بچه من هیچ موقع تا الان به این قضیه نگاه نکرده بودم. خب من تو خدمت دست خطم خوب بود ولی هیچ موقع اینطوری به ذهنم نرسیده بود. جدی میگم برای همین یه جایی که بودیم متاسفانه خدمت ما به سخت نامنگاری میکردم 100%. ببین فکر کجا کار کرده که بله واقعا کسی که دست خطش، کسی که اطلاعاتش، اون تفکرش خوبه، جاش واقعا تو مرز جنگیدن نیست، میتونه یه جا دیگه خدمت کنه. تربیت بچه خیلی مهم، خیلی قشنگ. ای باید در دفتر کار ما باشد تا برای ما چیزی بنویسه، یعنی با یک مشوره و یک روش زندگی از خط اول نبرد که هیچ وقتم نصیب نشد در خط اول یا در خط دومش بریم، بالاخره ما را تا دفتر کار آورد و این در شرایطی بود. من میخوام واقعیت های زندگی خود بگم، همیشه مورد انتقاد خانواده هم قرار میگیرم به دلیل از اینکه وقتی خانه میرم باز مشکل مادری میشه که میگنم این همگی مشکل داره ولی تو چرا کل دسترخانت میری به مردم تاله میکنی؟ به اصطلاح مردم ما و کل قصای زندگی تا میگی. من این قصا را به خاطری میکنم که ما باید به زندگی به زیبایی ها و زشتی هایش ببینیم و در موردش تصمیم بگیریم. در این زمانی که ما به خطاطی میرفتیم، زمانی بود که کار و روزگار زندگی نبود و پدرم تمام دارایی خانهش به فروش رسانده میرفت. بیاد دارم که آخرین چیزی را که باید میفروخت و فیس کورس ما را میپرداخت قالین بود که 14 لک افغانی قیمتش بود. قالین فروشی که از دوستای ما بود وقتی به خانه آمد و دید که اگر من قالین را ببرم در این خانه دیگه چیز باقی نمیمانه، از روی لطف و بزرگواری 7 لکش برای ما داد، گفت که شما به این خانه باید یک فرش بخرین تا ما قالین زمان میبرم که باز 7 لگه دیگه براتون بپردازم. ولی در این شرایط پدرم از امی پول برای ما فیس کورس داد تا خطاطی بخونیم و ای البته یک پیام داره. پیام چیست که ما به سختی های زندگی تسلیم نشیم و به دشواری های زندگی تسلیم نشیم. من همیشه میگم بچه سختی همیشه هست. شما هر چقدر هم الان دیگه مبحث همه دنیا پوله، هر چقدر هم پول داشته باشی با سختی یه سختی هایی هست تو زندگی، حالا هم از خانوادگی دور از جون، هم از مریضی و یه سری داستان های دیگه. به هر حال شما از اول تا آخر باید یه جوری برات برنامه‌ریزی کنن که در صدر اولین چیزایی که باید انجام بده اینه که شما در مقابل سختی ها بتونی تحمل داشته باشی و تصمیم های قشنگ تری بگی. بله 100%. پایی که روزگار صفحه برگشتانده شد، رفتن طالب ها و آمدن امریکایی ها، مثل که امروز قصه برعکسش است، رفتن امریکایی ها و آمدن طالب ها، هرچند من بسیار دوست داشتم که چون این فرصت بسیار فرصت مختنم است در مورد مسائل کلانتر از این که ما که استم صحبت بکنیم، بحث های فوقلاده کلانی که بر زندگی و سرنوشت سیاسی مردم ما تأثیر گذار است صحبت بکنم، اما چون مرا مقید به خودت را بشناس کرده مجبور استم که در این چارچوب بگم. بالاخره صفحه روزگار تغییر کرد و ما به شرایط جدیدتر آمدیم و از خطاطی و لوحه‌نویسی و روزنامه‌نگاری به عرصه کار سیاسی
تا ای که یک گرداننده بودیم و پس از ای که گردانندگی ما تا حد مورد پسند مردم واقع شده بود با تمام کاستی ها و مشکلاتی که در کار ما بود که هنوزم هست، تصمیم گرفتیم که باید با یک فاز جدید به مردم خدمت بکنیم. در این مرحله زندگیم وقتی تصمیم گرفتیم که در یک موقعیت جدیدتر و کلانتر سیاسی کار بکنیم، فقط گپ شریعتی یک جسارت کار بوده، هیچ چیز دیگه کار نبود. مایی مرده را هر آب میبره، مایی وقت زنده است که برخلاف جهت آب شنا بکنه، ورنه هر مایی مرده را آب میبره. چه مثال خوبی. در این شرایط وقتی قدرت انحصار شده بود برای رهبران سیاسی، ثروتمندان، قدرتمندان و کسانی که فقط قدرت را میخواستن میراثی از نسل به نسل دیگه منتقل بکنن، با تمام دشواری هایش یک جوان 25 ساله تصمیم گرفتیم که یک سقف شیشه‌ای که در بالای سر ما ایجاد شده بود که قدرت در افغانستان تنها از بچه وزیر است، از بچه وکیل است، از بچه رئیس جمهور است، این سقف را باید بشکنم. ما وقتی تصمیم گرفتم نامزد پارلمان در دور اول باشم، وقتی به خانه رفتم حتی پدرم باور نداشت که ما وکیل پارلمان شم. گفت که بچیم، برای ما و شما که در این وطن میمانند زندگی هم بکنیم بسیار است، این فکرها را از سرت دور بکن. ولی ما گفت که نه، زمان این فرا رسیده که ما به این قناعت نکنیم و این سقف را بشکنیم. در دور اولی که من نامزد بودم، ببینید بچه ها، شما هر چی از خدا و از کائنات بخواین بهتون میده، به شرط اینکه فکرتو کوچیک نکنی. یا یارو میره سر کار، خب ما برای تو ایران مثال میزنیم، برای ما این 6-7 میلیون خب میگه خب خوبه 7-8 من در میارم، خب اجاره ماهیانه هم میدم، یه پول بنزین موتور ماشین چیزی دارم میدم، خانواده هم هست، زندگیمونو میکنیم. خب تا سر ماه دوباره صفر میشن، بعد دوباره وقتی پول میاد شارژ میشن دوباره دقیقا. پس چی؟ بیاین به اون یک ذره‌ای که در میاریم قناعت نکنیم. الان شمایی که 7-8 میلیون در میاریم، قبلش 2 تومن در میآوردی. شمایی که الان مثلا 1000 دلار در میاری، قبلش شاید مثلا 200 دلار در میآوردی. پس توانایی رو داری از 1000 دلار مثلا برسی به بالاتر، یا از 6-7 میلیون برسی به بالاتر. پس چی؟ تلاشمون رو باید بیشتر کنیم، طبق گفته‌ای که هست که باید خودت رو بشناسی و به یه سری قوانین، یعنی یه سری قوانین رو بشکنی. آره، من پس الان اینه که خودتو بشناس. شما وقتی میدونی همتت چقدره، درون خودتو میدونی اون چیزی رو که دوست داری و میدونی که آقا 6 ماه دیگه بهش میرسی، حتی اگر هزاران نفر اطرافیانت مخصوصا خانواده‌ای که تو رو بزرگ کردن به تو این ایمان رو ندادن، خودت داری، به خودت ایمان داری و بالاخره میری بهش میرسی. ایمان خیلی تعداد کمی از جوان ها بود که همزمان با ما نامزد شده بودن. برای از اینکه تصور کلی بود که شما برای رسیدن به موقف های بلند دولتی نیازمند یا باید ثروت زیاد داشته باشین، یا قدرت داشته باشین، یا متعلق به یک خانواده بزرگ سیاسی باشین. برای آدم مثل ما که جز معاش تلویزیون چیز دیگه نداشتم، یک تصمیم فوق‌العاده دشوار بود. ولی با کمک پروردگار و حمایت مردم او سقف شکست و ما در اون زمان تانستیم به مجلس راه پیدا کنیم. در جریان کار نمایندگی فرازن شیب های زیاد را پیمودیم، کاستی های در کار ما بوده، دستاورد های هم بوده، تا این که بالاخره روزگار فرا رسید که ما باید برای مردم خود یک امتحان پس می دادیم که ما بر رسیدن به پارلمان، آیا پارلمان برای ما هدف بوده یا مردم؟ و او دقیقا زمان پایان مشروعیت کار مجلس نمایندگان. ما در اول سرطان سال پنجم که کار مجلس نمایندگان در امروز روز به پایان میرسید، تمامی امکانات دولتی را شامل پاسپورت سیاسی، سکرتر، معاش، همه چیز مسترد کردم و دولت سپردم و گفتم که قرار نیست ما یک شاه و یا شاه کوچک باشیم. ما یک نظام منتخب مردمیه که بر اساس آرای مردم با میکانیزم های دموکراتیک انتخاب شود
ما در اینطور یک فرمول بازی وارد شدیم که آغاز و انجامش روشن بود. حال که پارلمان مشروعیتش به پایان رسیده، ما میخواییم که انتخابات برگزار شود تا پارلمان مشروعیتش دوباره از صندوق رای و از مردم بگیره. متاسفانه که او صدا یک صدا باقی ماند و 248 نفر یک گپ زد و ما یک گپ، با وجودی که همه میدانستند که پارلمان نامشروع است، ولی تا امروز پارلمان کارش دوام پیدا کرد و حکومت هم بهانه های مختلف برای این که ما اصلاحات در قانون میاریم، اصلاحات در کمیشنرها میاریم، که متاسفانه همیش حرف های پوچ و بی‌معنا بود و افتضاحی که در انتخابات فعلی به وجود آمد نشان داد که جز وقت کشی و مصرف هزینه های کلان چیز دیگه نبوده. تا به این مرحله رسیدیم. در این مرحله فعلی هم که ما خود را نامزد ساختیم، ما با کسانی رقابت کردیم که با میلیون ها دلار آمدند. البته دوستان ما شاهد هستند. خیلی بده تو پارتی بازی، توی که هیچ پارتی نداری، فقط از استعداد خدادادی برخورداری و طبق اون روال بچگی یاد گرفتی، آموزش بهت رسیده و به این مرحله رسیدی رقابت کردن. آره. تو یارو اومده با پول مستقیم. این داستان فکر کنم برای اکثر ماها رخ داده باشه که دیگه. آره. و اینکه چقدر انسان بزرگیه، خب، که در تموم مراحل فقط فکر مردم کشورشه. آره. و اینکه یه چیزی که خیلی جالبه، من کلاً ایرانم که بودم عاشق کنفرانس‌های اینجوری بودم، حالا توی هر زمینه‌ای. الان که بیرون از ایران هستم، معمولاً توی اینستاگرام یا مثلا همین یوتیوب دنبال میکنم چیزایی که واقعا تأثیر داره توی صبح زود از خوابیدار شدن، کنفرانس ها و صحبت های اینجوری که واقعا هدفمنده. و الان هم انگار همون حسو دارم، انگار که خیلی کنفرانس مهمیه که مثلا باید بشینی اینجا و به حرفاشون گوش کنی و اینقدر هم قشنگ و آروم دارن صحبت میکنن که من اصلا دلم نمیخواد ما بین صحبتی بشه. آره دقیقا، تموم حرفا به این برمیگرده که خودت را بشناس، زمان بندی، فریم به فریم پیش رفتن خیلی مهمه. داوزای صاحب که دوست خوب ما هم هست، نامزدم بوده در کابل، ما اولین دستاورد بزرگی که داشتیم که او سقف شیشه‌ای را که ما در موردش صحبت کردیم دیگه شکسته بود. ایوان. فهرست نامزدان جوان در سراسر افغانستان دیگر محدود به 1، 2 و 3 نمیشد. شما وقتی این فهرست ها را در سراسر افغانستان مطالعه بکنین، دیگر کسایی که بچی وزیر نیستند، بچی وکیل نیستند، بچی قماندان نیستند، سرمایه ندارند، تنها با ظرفیت های اکادمیک و علمی خود بیرون آمدند و به رقابت‌های انتخاباتی پرداختم. البته بزرگترین دستاورد کار پارلمانی ما، اگر هیچ کار دیگه هم نکرده باشم، است که جسارت امید به مردم افغانستان برگشتاندیم. این جسارت را برای جوانان افغانستان دادیم که برای رسیدن به مقام بلند دولتی، البته نه به خاطر چوکی، به خاطر خدمت به مردم، شما نیاز به اکاونت بانکی، به وابستگی سیاسی و یا این و آن ندارید. شما فقط اراده بکنین میتونین به اینجا برسید. به هر حال نتایج انتخابات تا هنوز اونطوری که باید روشن نیست، سرنوشت سیاسی افغانستان همیشه همینطوری بوده، اما دستاورد مهم و بزرگی که وجود داره است که دیگر جوانان ما با پویایی رسیدن و نیروی متحرک اصلی جامعه، همین موتور اصلی جامعه دیگر به گردش آمده. اگر امروز هر قدر بخواه حکومت اینا را به چالش بکشانه، به حاشیه برانه، دیگر این فرصت باقی نیست برای کسی. این البته یک بخش کوچکی از تجارب زندگی ما در طول مدت زمانی که من کودک از کجا شروع کردم و چطوری و یک مقام دولتی رسیدم تا همین جای کار آمدم. البته من خیلی دوست داشتم در مسائل کلانتر از این، در بحث‌های جدی‌تر که امروزه در کشور ما جریان داره با شما صحبت میکردم، اما به نسبت ای که تنها باید در مورد سوژه برنامه که از قبل دوستا با ما همان کرده با شما صحبت کردم، ایست که پیام تمام حرف ما ایست که ما باید امید در زندگی از دست ندیم و ما باید چالش ها را به فرصت تبدیل بکنیم. برای هر افتیدن ما باید بلند شویم.
اگر کسی به منزل دو رسیده و وقتی دوباره پایین میفته بلند شده نمیتونه، نشان میده که این آدم بر حسب تصادف به بام رسیده. دقیقاً. ولی اگر کسی از بام افتاد و دوباره تلاش کرد به بام برسه، نشان میده که این آدم بر اساس ظرفیتش به اینجا رسیده. yes. بنابراین راه دشوار و پرخم و پیچ است برای جوانان ما و ما نباید امید از دست. بچه من اینجا نظریه بدم، نظرتون چیه؟ حالا کسایی که دوست دارن، یه هم اومد تو ذهنم، خب؟ کسایی که مسیر زندگیشون سخت بوده، حالا به هر نقطه‌ای رسیدن، تو جایگاه مشخصی هستن، خب برای ما مثلا داستان زندگیشون رو بنویسن بفرستن، یا از طریق اینستاگرام یا از طریق تلگرام، ما بتونیم حالا برنامه‌ش رو درست کنیم، حالا با عکسش با همون توضیحاتی که میدن. حالا حتما هم لازم نیست بگیم مثلا پریفانه، حتما لازم نیست اسمشو ببرید، آره میتونیم اسمی رو نبرید، دقیقاً حتی آره. اسمشون هم نبرید، ولی اگه مثلا مایل بودین همچین چیزی رو درست کنیم حتما برای ما کامنت کنید که خوشحال میشیم. آره بتیم باید با اراده و عزم کامل برای آینده یک افغانستان باثبات و سربلند هر کس در هر نقش و هر جایگاهی که هستیم کار بکنیم. یک چیز دیگر هم قابل یادآوری میدانم که بسیاری از جوانان ما امروزه تمامی هم و غمشان رسیدن به قدرت دولتی شده. اگر شما بخواین خدمت به افغانستان بکنین، تنها وکیل پارلمان خدمت کردن نیست، تنها وزیر شدن خدمت کردن نیست، شما استاد دانشگاه هستین میتونین خدمت بکنین. 100%. شما وقتی در یک نهادی مثل شهرداری کار میکنین میتونین خدمت بکنین. بزرگترین مشکلی که فساد به افغانستان آورده است که کوتاه‌ترین راه رسیدن برای ثروت رسیدن به قدرت است. و امروز پیامی که نسل جدید و نسل ما گرفته است که وقتی شما میخواین به ثروت برسین باید اول به قدرت سیاسی برسین. و رسیدن به قدرت تبدیل شده به آسان ترین راه بر رسیدن به ثروت. بنان خواهش و پیشنهاد ما ای است که ما باید به این فکر بکنیم که بدون ای که وکیل پارلمان باشیم هم میتونیم به وطن خدمت بکنیم، بدون ای که ما وزیر باشیم هم میتونیم به وطن خدمت بکنیم. به عنوان یک شهروند مسئول، به عنوان یک شهروندی که سرزمینش دوست داره و میدانه که سرزمین و کشور هتل نیست که وقتی خدماتش درست نبود ما بریم به یک هتل دیگر. این خانه ماست، این کشور ماست، این سرزمین ماست. اگر امریکا باشه یا نباشه این سرزمین میسازیم، و اگر طالب بیایه یا نباید ما آینده وطن را میسازیم. تشکر. بنابراین باید از این فرصت ها از اتحاد، همبستگی، همدلی و برادری همدیگر استفاده بکنیم، بر ساختن یک افغانستان متحد و سربلند کار بکنیم. بسیار تشکر. یک دقیقه وقتم فکر میکنم اضافه‌تار یا کمتر شد، بخشش باش از اینکه مدیریت وقت درست نکردم، شاید نامنظم‌ترین سخنرانتان ما باشم برای اینکه عزیزم سلام برای سخنرانی نبوده برای ما، با اون دلیل ما معذرت میخوایم که حرف های پراگنده ولی از صمیم قلب ولی بسیار دوستانه، تجاربی که هرچند ما به خاطر گفتنش شاید باز در خانه مورد انتقاد قرار بگیرم، ولی این تجارب را برای شما گفتم که از اینا بتونیم به عنوان یک تجربه برادر کوچکتان، نه به عنوان الگو یا این مسائل که من در او حد به هیچ عنوان نیستم، کوچکتر از همه شما در تمام عرصه ها هستم، البته در سن شاید بزرگتر از بعضی ها، اما از لحاظ دانش و این مسائل شما همیتان هم از بیشتر از من میفهمین، هم بهتر از من میفهمین، اما تجارب یک برادر کوچکتان بود که با شما شریک ساختم. امیدوار هستم که حداقل یک پیام کوچکی ازش گرفته باشین. بسیار تشکر. سلامت باشین، موفق باشین، بخیر باشین، بخیر باشین، بخیر باشین. Let's talk. چقدر حرفاش به دلم نشست، چقدر حالمونو خوب کرد. دقیقاً طرز بیانش، طرز گفتارش، اون آرامشی رو که بهت منتقل کرد، اون داستان، اون تجربه های زندگیش به نحو احسن. ببین یه سری سخنرانی هست میگن اگر شما فلان فلان، خب تحت تاثیر قرار میگیره، تحت تاثیری نیست اگر عاقل باشی واقعا، چون جوی که میدم آروم اومد صحبتاشو کرد،
تلاش نکرد چیزی رو توی مغزت کنه، گفت آقا اینه راحت. من راه رو رفتم، اگر زمین خوردی بلند شو، چون یک بار اون راه رو رفتی میدونی چیا هست، دوباره میری انجام میدی، اوکی میشی. خلاصه خیلی باحال بود، خیلی لذت بردیم، امیدوارم شما هم استفاده کرده باشین. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید، لایک یادتون نره، دمتون گرم، تا ویدیو بعد. بای بای.